برگشتیم دوباره باز هم صحبتان بخیر. در این بخش با آقای نجیب امینی هستیم، مؤسس آغوش گرم برای اطفال، و میخواین اشاره داشته باشن روی فعالیت های مؤسسشان و همچنان برگزاری آموزش های نقاشی که میداشته باشن، و واقعا اقدام بسیار نیکی هست و کارکردشان واقعا عالی است که خودم یک مدتی هم شاگردشان بودم از فعالیت های نقاشی، رسامی، و ای که با یک هدف نیک و یک اقدام و یک انگیزه نیک میآیند به خاطر جوانان و به خاطر اطفال این کشور، به خاطر کسایی که حالا قشر محروم هستن و هنوز هم فراموش شده هستن، میخواین کار را بکنن. اقدام بسیار نیک هست. بیشتر جزئیات مؤسسهشان را و صحبت های دیگر میخواین از خودشان بشنویم. سلام بر شما، خوش آمدید. سلام بر شما، صبح بخیر. تشکر. تشکر. سلامت باشین از اینکه تشریف آوردین. آقای امیر، میشه در نخست در رابطه با ایجاد مؤسسه نهاد آغوش گرم برای اطفال کم معلومات بدین که چی باعث شد چنین نهاد را شما ایجاد بکنین؟ چقدر نام مقبول هم مرش انتخاب کرده؟ میشه کم معلومات بدین؟ خب اگر کوتاه بگویم، میگم که خاص خودم از کودکی واقعا علاقه بیشتر به نقاشی داشتم، اما نظر به شرایط زندگی و خاص و تقاضای فامیلیا رشته تحصیلیم در کامپیوتر ساینس یا رفتن تا اداره تجارت خواندم، و دیگه ای که واقعا میخواستم که عضو فعال جامعه باشم، و ای که کودک ها و اطفال که برشان کار نشده از فرصت های اجتماعی و تعلیمی زیاد دور هستن، پس همه چیز باعث شد که من یک تصمیم رو بگیرم که در سایه تعلیم و تربیه بر اطفال کار کنم، خاصتر و اطفال که دور هستن از فرصت های اجتماعی و واقعا از بسیار دیولپمنت یا پیشرفت هایی که برای دیگران میشه اونا محدود هستن واقعیت میبینیم. پس تصمیم گرفتیم که کار کنیم 4 سال پیش، و خوشبختانه که امروز امو فکر و مفکوری که داشتیم رو زندگی میکنیم. بله بسیار خوب. استاد، بدون شک که برگزار کردن همین مؤسسه و همین فعالیت هایی که به خاطر جوانان شما میداشته باشین، به خاطر کسایی که حالا بی بضاعت هستن یا کسایی که توانایی شون ندارن، و این میتونه یک اقدام نیک باشه در پهلویش مصارفی که وجود داره، مکانی که هست و حالا رنگ و تمامی وسایلی که به خاطر نقاشی کار میشه، اینا رو از کجا فراهم میشه؟ یعنی حامیتان کی هست که حمایت میکنه؟ خود اطفال آماده میکنن؟ و یا خیر در پلوی نقاشی کدام بخش ها و کدام قسمت های دیگر هم هست؟ خطاطی هست، نقاشی هست، رسامی هست، و تعلیم و تربیه کدام امورت را دارین شما؟ اولی که بدون حمایت مالی مشکل است که کار همچون برنامه را پیش بره. پس ما خودم هم یک سلبریتی یا یک آدم مشهور نبودم که قبل از اینکه من یک کار آغاز کنم به من کمک حمایی بیاد. پس در آغاز برنامه تا 2.5 سال هم مصارف شخصا خودم از واحد شخصیم که کار میکردم از او مصرف میکردم، اگرچه اوقدر نبود که ببینیم، اگر مثل پروژه های دیگر رو مصرف کنی خود زیاد گزاف پول میخواد. میتونیم از کم هم شروع بکنیم؟ این 1.5 سال است که یکی از شرکت های خصوصی افغانستان، شرکت سهامی افغانستان، اونا 1% از مصارف ماهوار ما را سپانسر میکنن. دیگه در جوار نقاشی و خطاطی یا هنر که داریم، ما سر ارتقای ظرفیت کودکان کار میکنیم. جوان ها خاصا در مسائل ساینس عملی کار میکنیم، سر ارتقای ظرفیت و سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفس که از سر از کار میکنیم. واقعا نتیجه بسیار خوب گرفتیم، و اگر بتانم در این دم کار کنم و مصرف کنم و بدون حمایه دیگر هم من میتونم ادامه بدم تا وقت. بله بسیار خوب. جناب استاد، ایجاد چنین نهادها چقدر میتونه جوانان را بیشتر علاقمند به هنر نقاشی بکنه تا بیاین وارد دنیای نقاشی شوند؟ واقعا نقاشی هر کس اگر ببینیم از کودکی بزرگ بشیم، هر کی علاقه داره که نقاش شوه یا کم بتونه کار کنه، اما نظر به محدودیت هایی که ما داریم در نصاب تعلیمی ما میبینیم یا مکان هایی که میتونه در سایه هنر به جوان ها کمک کنه، کمبودی اینیا باعث شده که هر کس نمیتونه به خواست خود برسه. و اگر بگویم که نقاشی چیزی است که یا خود هنر کار است که در هر رشته که آدم باشه اگر پالش هنر کار کنه، او در رشته خود میتونه که یک آدم مخترع باشه، ساختار باشه. اگر ببینیم یک هنرمند که آهنگ میخونه، ببینی
ساختاری نو میکنه، آهنگای نو میکنه، موسیقی نو کار میکنه. اگر این نقاش میبینیم هر نقاش کارش نو است، یعنی اونا اختراع میکنن. در رشته های دیگه که میبینیم چیزی که بوده با اونا مو تعقیب کرده کل پیش رفته. پس اگر ما در هر رشته دیگه کار میکنیم یا درس میخوانیم و اگر طب باشه، انجینری باشه یا هر رشته باشه، پالش اگر ما هنر کار کنیم، مطمئن باشین که در رشته خود ما خلاق میباشیم، یعنی خلاقیت های نو میکنیم. بله بسیار خوب. همچنان اشاره داشته باشیم برای این که جوانان، خود کودکان چقدر استقبال میشد از شما که حالا میای نقاشی رو یاد میگیرن با انگیزه و با هدف، چون بسیار از مراکز هستن که یک برنامه رو میداشته باشن، یکی دو روز نمایشی یک کار انجام میتن و بعدا خود اطفال هم دل سرد میشه و اینا هم کارشون توقف میپذیرن. ما قسمی که آگاهی داریم از کارکردهای شما دوامدار هست و جوانان اطفال میان با انگیزه و علاقه خاصی میان درسایشان را و نقاشی را فرا میگیرن. خانواده ها چقدر استقبال میکنن از کار شما، خود مردمی که هستن و با برگزاری نمایشگاه ها به خاطر نقاشی هایشان، به خاطر اینکه از کجا شروع کردن و به کجا رسیدن، دوره‌ای که شما دارین چقدر استقبال میشن؟ فرق میکنه. بعض فامیلا واقعا خوب استقبال میکنن، خوش میشن اولادش که یک هنر نو قبل از اینکه از مکتب فارغ شوه و یا کدام رشته خاص انتخاب کنه، اونو به یک دستاورد خاص می داشته باشند. اما باز فامیلا هست متاسفانه که حتی اولاد خودم میگه که نقاشی چی به درد میخوره، یعنی و دقیق فروش نقاشی یا را فکر میکنند. اما که میبینیم در افغانستان واقعا بر هنر نقاشی یا کار نشده، نمایشگاهی که برگزار میشه اوقدر حمایه نمیشه. یا اینمی در جریان که ما کار کردیم واقعا اطفال بوده زیر سن که اونا نقاش شدن، کارهایشان بسیار در سطح بالاست. در باز جا اگر نمایش دادیم، سفارت ها بوده یا گالری ملی بوده، از کارهایشان بسیار تشویق شدن، حتی خریده شد کارهایشان. اما در راستای خود اطلاعات فرهنگ که میبینیم اونقدر کار خاص نشده. ما بیش از 50 دختر خانم پیش ما میان که سنشان زیر 15 و 16 است، خوب دستاوردهای خاص دارن در عرصه‌های هنر نقاشی. اما ما هر دره که میریم اونقدر توجه خاص نمیشه. واقعیت اون دل سرد ساخته تا ما را که ما هر جای بریم و تلاش کنیم که تا اینا حمایه شون یا کارایشون به نمایش گذاشته شوه. ماه گذشته 20 نوامبر که روز جهانی کودک بوده، از طرف یونیسف برگزار شد و از تمامی افغانستان 6 شاگرد برتر انتخاب کردند که در هر عرصه‌ای که دستاورد خاص داشتند. خوشبختانه 2 شاگرد ما انتخاب شدند که یک عثمان، یک بچه که 12 ساله بود که اونا هم رسامی و نقاشی میکردند، و حسینه که سبک کاریش سپیس آرت یا نقاشی فقط از آسمان و ستاره و کهکشان نقاشی میکردن، کارهای اونا انتخاب شد، در نمایش مانده شد. پس میبینیم که دنیای بیرونی هنوز هم تشویق میکنن تا حد اندازه خود. اما اگر هر کس ما علاقه به ما میبینیم که نقاشی بسیار مقبول زیبای اینجا داریم، اما زیادتر مردم ترجیح میده که یک عکس در یک دیوار خود بند کنن، الان که عکس و نقاشی با خود فرق زیاده داره. بسیار خوب. استاد روی اشاره داشته باشین این دروازه مؤسسه آغوش گرم برای اطفال بر روی همه گی باز هستن، میتونن بیان یاد بگیرن، یا شما فقط از اطفال بی بضاعت و کسایی که ندارن زمینه برشون مساعد نشده بیشتر فراهم میسازین، و از کجا پیدا میکنین اطفال را؟ کسایی که در روی سرک کار میکنن یا کسایی که مشکلات زندگی دارن و دست فروشی میکنن، چگونه یک بررسی یک نظارتی می داشته باشین یا همه میتونن که بیان سلام بکنن یاد بگیرن؟ زیاد تاکید به این داشتیم که باش اطفال بی‌وضاحت و کلن اونایی که روی سرک هستن، خیابان نیست، بر اونا کار کنیم. اما بعد از تحقیقاتی که داشتیم در این دوجریان ابتدا، دیدیم که یک تعداد از اطفال که روی سرک و خیابان کار میکنن، بیشتر اونا شکل تجارتی گرفتن که مشکل است که اونا رو تو کنونس کنی یا قانع بسازی که اونا بیاین و یک مکان تعلیمی و اکادمیک زندگی کنن، کار کنن. و بعد خواست بسیاری از جوانایی که
گفته میتونیم که در سطح نیستن که اونا به بازار گفته شوه، اما خاص بسیار زیادشان بر هنر نقاشی بوده و هیچ مکان دیگه در جامعه ما یا در منطقه ما نیست. محفوظ باشه، آرام باشه. دیگه باز تانستیم که هر کسی که واقعا اگر لیاقت داره، ما نخواستیم که استعدادش بمانه. امروز همکاری کردیم و یک نتیجه بگیریم. تشکر، سلامت باشیم استاد عزیزی که در برنامه تشریف آوردین و مود دستاورت های هرچی بیشترتون. تشکر، سلامت باشیم. مثل که جناب استاد اشاره کرد، ما بدون تلاش نمیتونیم که به جای برسیم، پس همیشه تلاش بر این داشته باشیم که ما میتوانیم هر آن چیز را که خواستش داریم، هدفش داریم، ما میتوانیم برآورده بسازیم و همیشه شوق خودمان، علاقمندی خودمان اولین کار هست که ما را میتونه برسانه به آنچه که در فکرمان خطور میکنه. بالا هم یک رفت برگشت خیلی کوتاهی داریم و دوباره برمیگردیم. با ما باشید.